سلام زیبا، 16 اکتبر یه نمایشگاه سکس بود توی برلین. بعد اونجا حضور داشتی. چه چیزی رو میتونی برای ما تعریف کنی از این نمایشگاهی که بودی؟ این نمایشگاه سکس که به نام نمایشگاه ونوس هم که خودش در واقع سمبولی از عشق و البته اینجا عشق مطرح نبود توی این نمایشگاه، بیشتر سکس مطرح بود، ولی خب اسمشو نمایشگاه مثلا ونوس گذاشته. هر سال این نمایشگاه تو برلین برگزار میشه. من و یکی از دوستانم به اسم مرتضی دعوت کرد و گفت زیبا چون تو رابطه با مسائل سکس کار میکنی، بعد نیست از این نمایشگاه بازدید کنی، که واقعا من خیلی استقبال کردم و ما با هم به اتفاق رفتیم اونجا. این نمایشگاه چند روز بود ولی خب برای من یک روز هم کافی بود و بلیتش هم که اگر هم مثلا از سکس شاپ ها میگرفتی، چون توی برلین و تو همه اروپا شهرهای آلمان همه سکس شاپ هست دیگه، از سکس شاپ ها میگرفتی، خب بلیتش خیلی مثلا حدود 7-8 اوروی تخفیف داشت، که ما هم این کار کردیم که بلیتش حدود 28 اورو شد. بلیت اصلیش 35 اورو. این یه مقدار دارم برای کسایی رو میگم که اگه خواستن سال آینده در این نمایشگاه شرکت کنن، بدونن که توی اینترنت میتونن بزنن مثلا ونوس مس، یا حالا به آلمانی هست، یا ونوس اکسیبیتیشن. اما این سوالی که تو کردی که چه برای خود من داشت، واقعا برای من این نمایشگاه جالب بود به خاطر اینکه سکس شاپ های مختلف از سراسر دنیا، مثلا از پاکستان، از ترکیه، از آمریکا، از همه جای مختلف اونجا غرفه داشتن و میمدن خودشون رو به قول معروف پرزنت کنن اونجا. و اجازه هم بود که خب عکس بگیری. این خیلی مهم بود، چون تو من قبلا از سکس شاپ های چند تا سکس شاپ به خصوص تو هامبورگ و اینا بازدید کرده بودم، رفته بودم اونجا رو دیده بودم، ولی هیچ کدومشون اجازه نمیدادن که عکس بگیری از بخش‌های مختلف اونجا. و من چون خیلی دوست داشتم همیشه یک حداقل یک گزارش مانندی تهیه کنم برای افراد خودمون، برای ایرانی‌ها یا کسایی که به هر حال تو این رابطه، چون تو جامعه ما مسئله سکس خیلی کم بهش پرداخت میشه و مردم نمیتونن در رابطه باش خوب صحبت بکنن و و هر فایلی، هر پستی، هر فیلمی که در این رابطه حالت اطلاع رسانی به مردم داشته باشه خیلی مفیده. و این امکان جالبی بود که این اجازه رو داده بودم برای بازدید کننده ها. خب این یه امتیازی بود که داشت و من تونستم از قسمت های مختلف عکس بگیرم و با اونا صحبت بکنم و اینها آماده بودن که قشنگ اینفورمیشن ها رو بدن. نکته مهم ملاحظه کلن همه این مسائل و ابزارها یا همه چیزایی که مربوط به سکس بوده خیلی راحت و خیلی اوپن در رابطه باش حرف زده بشه و شما بدون هیچ گونه مشکلی در اون رابطه صحبت بکنی و اینفورمیشن بگیری. من در این تمام این نمایشگاه یک مردی رو ندیدم یا یک کسی رو ندیدم که مثلا فرض کنید که خیلی چیپ برخورد کنه، هه بکنه، نمیدونم کیرشو تو دستش بگیره یا نمیدونم تحریک شده باشه یا مثلا یه عد و عطفورای یا خودشو بخواد مثلا فرض کن به یه کسی بماله. خب این نشون میده که فرهنگ هست تو این رابطه، دارن حتی به این مسئله نگاه میکنن. این همه فیلم های پورنوی که هر کسی گذاشته بود اونجا، مثلا خودش رو داشت پرزنت میکرد، خانمای فاحشه اونجا بودن که قشنگ وایستاده بودن، حتی مثلا خودشون معرفی میکردن و بعد فیلماشون رو گذاشته بودن و بعد تو میتونستی مثلا ازش وقت بگیری. خیلی ها میرفتن امضا میگرفتن ازشون اونجا، میدیدیم که بابا جان چقدر اینا ارجو خورد دارن. آفرین ارجو خورد دارن. آره، یه به عنوان بیزینس
وومن بیزینس من اونجا وایستاده بودن، خودشون رو مطرح میکردن، کارشون رو، یعنی یک فضای جدی بود. چون فرهنگ سازی شده این طرف و ما تو ایران یا تو افغانستان یا کل فارسی زبان ها کشورهای شرقی احتیاج به این فرهنگ سازی داریم. دقیقاً. ببین من خودم وقتی که این عکس‌ها رو که گذاشتم احساس کردم شاید کسی این کار رو نکرده، حتی توی فیسبوک که گذاشتم یا مثلا بر ایمیل کردم یا توی وبلاگم گذاشتم، خواستم فقط بگم بابا اینا وجود داره، اینا خیلی راحته و حتی حضوری که شما، حالا مطلقهایی که یه سری حالا کامنت هایی که میدادن که نمیدونم فرض کن که حالا چرت و پرت هایی که میزدن، حالا اون جدا از اون، ولی از این که اصلا در رابطه با این مسائل صحبت بشه دلیلا. حتی به عنوان شما ببین اگر این عادی بهش برخورد شده بود، اما حالا من در رابطه باهاش میخوام صحبت کنم که مثلا قسمت های مختلف وسایل مثلا دیلدوهایی که اونجا بود، خیلی ها اونجا دیلدو میفروختن، سیکس شاپ ها، دیلدو که همون ابزارهای خودارضایی، حالا مثلا حالا شما میخوای از نمیدونم از کس و کون و فلان هر جایی که میخوای فرو بکنی، خب این ابزارهایی بودن که تو میرفتی باش آشنا میشدی با انواع ابزارها، با مکانیسم های مختلف، اینها از نظر بهداشتی چک شده بودن، از نظر نمیدونم جنسش، از نظر نمیدونم همه اینها خب آشنا میشدی. خب یه دفعه میدیدی که خب وجود یه همچین چیزهایی باعث میشه که وقتی که این نشانه فرهنگ دیگه، فرهنگ بالاست دیگه، که حتی به هر حال خودارضایی که وجود داره، هموسکسوالیتت که وجود داره توی جوامع ما، که این همه مثلا فرض کن ارتباط زن با زن، با مرد با مرد، نمیدونم همه اینها وجود داره. خب پس اینها رو انکارش نکنیم با ایگنور کردن اینها که مسئله از بین نمیره، بلکه با به رسمیت شناخته شدن این مسائل بگیم وجود داره، بعد براش میاد آدم راه حل های خوبی رو میده که حداقل اون افرادی که توی این مسیر هستن، حالا جدا از اون ارزش گذاری که هست، حداقل سلامت روحی و روانیشون حفظ بشه. مثل اون جریانی نشه که اون خانمی که خب لامپ تو گذاش کرده بود، مثل اون پسری نشه که اسپری کرده، مثل اون توی کونش کرده، مثل اون پسری مردی نباشه که حلقه فلزی رو کرده توی کیرش، بعد حلقه اونجوری شده و بعدش واقعا دیگه واقعا اون بلایی که سر کیرش اومده که دیگه نمیتونست جبران بکنه. خب وقتی که خیلی ها اینا رو دیده بودن، مخصوصا همون فیلم لامپو، برای خیلی ها شده بود یک موضوع خنده‌دار. خب میدونی چرا؟ چون ما جامعهمون از دست وقتی مخفیه فکر میکنه که مثلا تو کلمه کس رو میخوای بگی کس، فکر میکنه نمیتونی خیلی عادی برگردی مثلا بگی کس، کیر، کون و اینها. حتی اینا عامل مسخرته، سیکس آنتی فوشه. تو از کلماتی چیزایی که توی سکس استفاده میشه یا توی مس، من توی این رابطه یه کلیپی دارم دیگه که این کلمات یا در خفا استفاده میشه یا در مسیر مواقعی استفاده میشه که تو میخوای فوش بدی. این مسئله هم که تو داری میگی که مثلا مردم میخندیدن، منتظریم که از دیگران یه ایرادی بگیریم، ها 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 هو 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 یه همچین کارایی رو بکنیم، ولی وقتی این مسئله عادی بشه، شما چند نفر تو زندگیتون میتونید، یعنی کسایی که الان این فیلم حداقل میبینن، منصفانه بگن چند نفر بوده تو زندگیشون که خودارضایی نکردن؟ همه کردم، من که اینجا نشستم خودم خودارضایی کردم. بچه عوارض بدی برای اکسیدران داشته این کار. ببین خودارضایی که حالا مثلا بحث خودارضایی رو نمیخوام بکنم، ولی اینکه با آدم با وسایلی که غیر بهداشت باشه، این منظورم بود، با چیزایی که نمیدونه، طرف میاد یه چوبی که مثلا فرض کنی که خراشه داره، خب من پزشک بودم میدونستم، خب خودتو یه چوبی که خب اینو میکنی توی مثلا کونت یا توی مثلا فرض کن که توی کست، خب این تراشش میره یا نمیدونم فرض کن هر اینا میمونه اونجا، عفونت ایجاد میکنه، یا نمیدونم فرض کنه که یه میره. من واقعا موارد دردناک رو با این مسئله مواجه شدم،
اصلا یکی از دوستان من که با من در این رابطه ها صحبت کرده بود که من یه متن رو دارم توی این رابطه که همیشه لینکاش هستش که کسی بره توی وبلاگم هستش که میخواستم ببینم چیزی توی کنم بره چه حسی به من میده، از چیز استفاده میکنه، از یه دسته جارو استفاده میکنه، بعد این لیز میخوره، بعد این چه عواقبی براش به وجود میاره. خب اینها واقعا فاجعه است، فجایع جامعه از ناآگاهی، فجایع جامعه از بستگی های جامعه است، فرهنگی. خب اگر بچه بتونه به پدرش بگه، مادرش بگه، همین ها رو بگه، چقدر دخترها توی جامعه ما به من مراجعه میکنن. خب خانواده از پدر مادر خودشون میترسن که مثلا بگن بابا ما باکره نیستیم. خب وقتی که توی جامعه ای مثل ایران، توی اینجا مثلا تو خیلی راحت طرف خودش، حتی کسایی هستن که اینجا بچه های خوشنو میبرن دکتر 13-14 سالگی که بکارتشون رو برداره دکتر، که بعد اینو تو روابط جنسی تجربه جنسیشون مثلا خاطره منفی نداشته باشن. این کجا با اون که مثلا تو جامعه ما با عدم آگاهی این مثلا انجام میشه. حالا من نمیخوام سر اینها صحبت بکنم، میخوام برگردم به این نمایشگاه. ببینید توی این نمایشگاه، خب وقتی که من دیدم، یعنی خیلی راحت شما میتونستی بری اونجا فیلم بگیری، میتونستی بری خودت مثلا فرض کن اونجا حضور، همه حضور علنی داشتن. کسی از این که خجالت بکشه اون یکی اومده نداشت، با دوستاشون میمدن همه. و این که من خجالت نکشم که بابا یه همچین نمایشگاهی رفتم. جالبم اینجا بود که قبل از اینکه من برم اونجا، بعد داشتم رفته بودم بلیت برگشتم رو بخرم، مرده برگشت گفت به مرده، گفتم نه کنسل میکنم این نمیخرم، شاید از نمایشگاه خوشم اومد دوباره تمدید کردم. یه دفعه مرده برگشت میبینه من عرب بود، کجا بود؟ پشت باجه نشسته بود. یه دفعه گفت شما میخواید این نمایشگاه بریم؟ حتی اسمشو نمیگفت. منم یه دفعه بلند گفتم آره نمایشگاه سکس. همه یه دفعه جا خوردن که من گفتم بابا همه که اونجا مرتضی هم تعجب کرد که از این که کنار من گفتم آره دیگه من دارم میرم این نمایشگاه دیگه و این نمایشگاه سکسه. بعد مثلا فرض کنی یک سری جاهایی داشت خب استریپتیز میکردن. خب من خودم میخواستم مثلا ببینم این استریپتیز کردناشونو، این که عرضه کردن های خودشون رو. خب اونجا مثلا میگفت من اینجوری من خود شما رو تحریک میکنم، من اینجوری هستم. خب سینه هاشو نشون میداد، کسش رو نشون میداد، کونش رو نشون میداد، بعد دیلدو میکرد توی کسش، دیلدو رو میکرد تو کونش، فلان، همه این کارها رو میکرد. که یعنی مثلا میخواست این برای من یه چیز جالبی هم که بود که میخوام اینو بگم، جنبه انتقادی من و اون این که من مثلا اولا اینا که خب هیچ وقت منو تحریک نمیکنه، برای من هیچ وقت همچین چیزای تحریک کننده نبوده. من الان 100 تا فیلم پورنو رو بذارم تحریک نمیشه، به خاطر اینکه اینها برای من یه جنبه مکانیکی داره و من با وجود انسان، با احساس انسان، با اون نه فقط جسمش تحریک میشم. و این نمایشگاه جنبه‌ای که داشت، یعنی در واقع همون جنبه، حالا این انتقادی رو که میگم، اینا بیزینس بوده. دقیقا. یعنی فقط میخواست بگه خودم رو عرضه میکنم و محور پول بوده و من این چیزی بوده که خواستم بگم چقدر این هم از نظر اون اعتقادات من، از نظر اون ایدئال من این چیپ بوده. میدونی وقتی این نمایشگاه رو نگاه میکردم، از وقتی مقایسه میکردم با کشوری مثل ایران، با کشورهای شرقی، میگفتم که اینا چقدر بالاتر از این کشورها هستن، به خاطر اینکه خیلی راحت تر به این مسئله برخورد میکنن، خیلی علمی تر برخورد میکنن، خیلی آدم احساس میکرد که این جنبه های مثبتی که میگفتم به این مسئله که واقعا تو جامعه ما هم هست، جامعه ما هم زن و مرد با هم بیزینس میکنن. وقتی که تو مهریه تعیین میکنی، وقتی که به شوهر خودت میگی که این طلا رو به من نخری، من باهات سکس نمیکنم، خب تو هم فاحشه ای دیگه. دقیقاً در واقع اینه، این روابط توی 999 تا از 1000 تا روابط ما هست. این یه واقعیته که ما اسمشو در ریا و تظاهر اومدیم اسمش بوی خود چی پرندی خوشگل اینا اومده مصاحبه ما رو گوش بده، اینترویو ما رو گوش بده. بعد
اسمشو گذاشتیم چی؟ اسمشو گذاشتیم مثلا عشق، در حالی که عشق نیست. نه. اسمشو میذاریم مثلا ازدواج، نمیدونم فلان فلان. پس این جامعه، جوامع اروپایی، وقتی آدم به این مسائلی که تو جامعه ما در خفا هست و چون در خفا هست عوارض منفی خودش رو هم داره، از مسائل بهداشتی، از ضربات روحی که میزنه، از فشارهای مختلفی که هست، خب پس جوامع این برخورد، این نمایشگاه ها نشون میداد که خب هر چقدر که تو راحت‌تر به این مسئله برخورد کنی، علمی‌تر برخورد کنی، یه قدم جلوتره. پس این یه نقطه مثبت. اما اون نقطه منفی هم که می‌خواستم بگم از نظر ایدئالای خودم بوده. اون جامعه‌ای که من می‌خوام، اون چیزی که روابطی که من اعتقاد دارم و می‌دیدم که خب وقتی که یه فاحشه خودش اونجا داره عرضه می‌کرد، اون پولشو می‌خواست. کاری نداشت که به اینکه کی هستی چی هستی پولو میدادی به اون زن خوشگلی. من اینا شده بودن ابزار، یعنی در واقع پول، این انسان در خدمت پول بود، نه اینکه پول در خدمت انسان باشه. و این چیزیه که من هیچ وقت نمیپذیرم. من میگم پول در جامعه ما بایستی وسیله‌ای برای رهاسازی و روان کردن روابط انسان ها باشه، نه اینکه هدف باشه. توی این نمایشگاه تو میدیده همه اینها اولین حرفی که میزنن اینه که چقدر پول میپردازه و تمام محوری که، و این نقدیه که من به جامعه سرمایه داری دارم و این نقدیه که من به همچین نمایشگاه ها دارم. چون که اونجا این زنه که وایستاده بود نگاه میکرد، میدی اینا روح ندارن، روح نداره، یه حالت ابزاری هم طرف قصده هست اصلا حتی از این کار. ولی خب البته خب وقتی که استفاده خودشو میبره، خب اونم به عنوان یه کار داره به این نگاه میکنه، مثل خیلی از این کارهایی که خیلی از جا آدم ها انجام میدن. مثل یه کسی که مثلا از صبح تا شب میره توی اداره میشینه کار میکنه، بعدش فقط میخواد پول در پول در بیاره، بعد میگه آها بعدم مثلا فرض کن اگه یه وکیشنی داشتم، یک تعطیلاتی داشتم، از اون لذت میبرم. خب اینم در واقع مثل اینه دیگه. پس تو کار با عشق نیست، بلکه کار برای پوله. و این چیزی که تو اونجا میدیدی، خب مثلا طرف میومد این احساسی به اون طرف نداشت، انقدر این کارو کرده که عادیه، استریپتیز کرده، قشنگ لخت میشد دیگه، اون وسط کسش هم جلوی همه باز میکرد، براش مهم نبود. از این که اون همین کاری که الان خیلی از این فاحشه ها میکنن، خب این که اگر باز میکرد برای عرضه خودش بود، برای اینکه بیا چقدر پول بده، یا مثلا این نامه خودش رو نمیدونم شما توی این نمایشگاه ببینی، خب اکثرا رو چیه؟ سر اینکه سینی خودتو طوری بکنی قشنگ باشه، کون خودتو طوری بکنی نمیدونم قلمبه باشه. و بعد یه چیز مهمی که هست، شما ناخودآگاه میدیدید که تمام، حتی توی بلیتی که توی اینجا بوده، زن بزرگترین ابزار برای اینها بوده. پس بنابراین از این زن هم استفاده میشه برای خواسته های مردها. پس بازم میبینی که در واقع توی این سیستم هم تمامی مافیای سکس چیه؟ شما توی این رابطه مافیای سکس رو میتونستی ببینی. جالب اینجاست که من اون توی مسافرتی که داشتم با یه مردی هم آشنا شدم، مرد ایرانی که از البته از طریق مرتضی آشنا شدم. من از مرتضی ممنونم، منو خیلی وارد خیلی روابط ایرانی ها کرد و خیلی منو با خیلی فاحشه‌خونه ها آشنا کرد، با خیلی کسایی آشنا کرد، با تمام این آدمایی که حاجی بودن و نمیدونم فرض کن که سفارتی ها و نمیدونم آدمایی که مرتب که بیزنسمن و تجار و فلان و بهمان و اینجور کسایی که میمدن اونجا. ولی به قول خوشون اصطلاح مرتضی بود، میگفتش که اینا حاجی میمد گفت بریم زیارت، یعنی بریم توی همین چیزا. بعد البته مرتضی رو مهمان میکردن دیگه، که اینم که خب اینجا دیگه مسئله خودشه، این میره. من مشکلی توی این رابطه نداشتم، ولی این که برای من این سیستم ها رو تعریف میکرد جالب بود. میدونه که اینا رو که من میدیدم. و بعد یکی از دوستاشو به من معرفی کرد و بعد به من گفتش که این دوست من که ایرانی هم هست، این میخواد که فاحشه‌خونه باز کنه توی برلین.
به خاطر اینکه فهمیده که 100% کارهای دیگه رستوران و فلان و فلان کارهای دیگه ای که ممکن انجام بده چیز اومده این کار بیشتر ممکنه ورشکست احتمال ورشکستگی وجود داره ولی اینجا ورشکسته نمیشی. بعد این که اومد گفتم من این آدم ها رو میخوام ببینم، خیلی برام مهمه که آشنا بشم، که بالاخره با رضا آشنا شدم و اومد و بعد گفتم که این انگیزه چیه چجوری. خیلی بچه با جالبی هم بود، خیلی صاف و ساده تر بود، خیلی صاف و خیلی بعد خوش اومد از این بچه راحتی بود، خوش اومد انسان برای اون چیزی که بود و همونو نشون میداد. که ولی چیز نکته ای که میخوام بگم که مربوط به این نمایشگاه شاید بشه این صحبت من این بوده که رضا تعریف کرد که ما که وارد شدیم توی خواستم وارد شم گفتش که اینجا مافیاست. رضای هم با شما بود تو نمایشگاه؟ نه تو نمایشگاه نبود. ولی بعد از نمایشگاه میخوام بگم تصادف این مسافرت دو روزه من به برلین هم با این نمایشگاه شد و هم بعد از اون نمایشگاه من چون از مرتضی شنیده بودم که یکی از دوستاش میخواد یه همچین کار رو بکنه من گفتم که حتما بگو که من این آدم رو بیاد ببینم، که خوشبختانه دیدمش. بعد که این تعریف کرد که مافیای سکس هست و تو نمیتونی همینطوری بیای یه دونه یه جایی رو باز کنیم چون درآمد خیلی بالایی داریم دست مافیاست. بعد حتی میگفتش که از من رضا گفت اگه دوست آشنایی تو پلیس داری جایی کسایی رو داری که بتونن به من کمک بکنن که من بدونم، چون اینا میدونن که یعنی اونا باید اجازه بدن تا توی جایی رو باز کنی. مثل یه مغازه خیاطی نیستش که تو بیای مثلا بازش کنی. اینا برام جالب بود، گفتم گفت بله اینجا حتی ما رفته بودیم بونگا که مثلا یه جایی پیدا کنیم، گفت این مسئله جا پیدا کردنش مهم، تو باید اول اون اجازه رو از اون مافیا و اون آدما بگیری و بعد جاهاش هم مشخصه کجا بگیری. بعد دیدم پس ببینید چه سرمایه‌ای هست چقدر، و بعد دیدم که چه زنهایی رو میارن از رومانی، از نمیدونم قسمت‌های مختلف، از کشورهای مختلف این زنها رو، حالا چه سیستمی هست، امیدوارم یه روزی هم وارد بشم تو این سیستم چون یکی از اهداف من اینه که با این مافیای سکس مبارزه کنم، امیدوارم. و این مبارزه اول باید فرهنگی بشه چون بزرگترین و بیشترین مشتریان اینها اتفاقا همین آدمای همین ایرانی ها، خارجی ها، همین کسایی که بیا من در اطراف خودم مردی رو میتونم بگم ندیدن که فاحشه‌خونه نرفته باشه. به ندرت، یعنی به ندرت کسی بوده که فاحشه‌خونه نرفته باشه، یعنی نادر کسانی بودن که مثلا یه همچین جایی نرن. پس این مشتری هایی که دارن کیا هستن؟ پس پر مشتری ترین کسا هستن. خب اینا هم میدونن، اینا هم میدونن، یعنی تعداد افرادی که فاحش خونه رفتن خیلی زیاده و میرن هم. ولی اکثرا هم میگن نه نرفتی، اکثرا هم میگن نرفتیم و خب به خاطر اینکه میخوان برای تو یه جور دیگه، یا مثلا میان میگن گذشته ما گذشته نمیدونم مهم نیست، و در حالی که گذشته انسان خیلی مهمه. چطور گذشته انسان مهم نیست؟ تمام کارهایی که تو گذشتت کردی دقیقا بخشی از شخصیتته. تو میتونید کلا اگه سلولات عوض کرده از دوباره متولد شدی بله، بیا بگو که ببینیم که بازم تو اون رابطه باز نمیتونی بگی که گذشته من مهم نیست. حالا به هر حال میخوام بگم که این مافیای سکس هم آشنا شدم و اونجا من وارد این گشف، یعنی این بیزینس ها که شده بودم، میدیدم سیستم ها رو میدیدم و بعد واقعا میدم محور پوله، محورش انسان نبود، برای همین برای من تحریک کننده نبودم. من یه پایه پسر بسیار زیبایی آشنا شدم، آشنا که نه، همونجا رفتم عکسم گرفتم که توی این عکسای منم هست. خب اون البته توی بخش گی ها بوده، خب ولی شما فکر میکنید مثلا بدن این نمیدونم این تحریک کننده بود برای من؟ نه، یا این استریپتیزایی که میکردن، یا مثلا فرض کن زن و مردی که با هم دیگه مثلا سکس میکردن یا اینا، برای من قشنگ نبود، لذت بخش نبود، به خاطر اینکه روح توش نبود، احساس توش نبود.
اینها جنبه‌های منفی بود که من برای خودم هم خوب بود، برای اینکه اصلا، ولی از اینکه هم یه خودشناسی برای خودم هم بود و همین که احساس کردم که خب من تو این رابطه دارم، چون میدونستم علنیش میکنم اینو و به همه هم میگفتم و این مانوری که از حضور خودم توی نمایشگاه میدادم برای خودم خیلی خیلی مهم بود. یکی میگم هم خودشناسی بود، هم جامعه شناسی بود و هم اینکه مقایسه این جامعه با جامعه خودمون، نقاط مثبت رو دیدم، نقاط منفی رو دیدم و اینکه نقد کنی و اینکه یه کسی هم احساس نگی. آخ بعضی هم اینجوری هستن دیگه، وقتی که اروپا میان، اینجا اروپاست ها، یعنی چی اینجا اروپاست؟ یعنی اینکه اروپا برای من ایداله؟ نه بابا، خودت باش تا اینکه بخوای اروپایی باشی، تا اینکه بخوای مثلا آلمانی باشی تا آمریکایی باشی. قرار نیستش که اونها برای ما الگوی کامل باشن، که تو اون چیزی رو که میبینی، خب چون اونا اینا اینجوری دوست دارن، اگه اینجوری نکنی خوششون نمیاد. خوششون نمیاد که نمیاد، نیاد. من قرار نیستش که اونطوری باشم که اونا میخوان. من اگر هم از کشور خودم ندارم اونو انتقاد میکنم، به خاطر اینه که دارم میگم که خیلی چیزایی که میخواستم خودم باشم و نذاشتم. پس اگر میخواد حالا در یه شکل دیگه یه همچین چیزی باشه، باز کنارش وایمیستم. برای اینکه ما میخواییم اون همزیستی با نشاط رو تجربه کنیم و اینکه همزیستی با نشاط مستلزم اینه که انسان‌ها در تک تک خودشون، در فردیت خودشون به رسمیت شناخته بشن و اون طور که میخوام باشن و نه اینکه مثلا چون اروپا اومدی اروپایی باش، چون ایران رفتی ایرانی باش، چون اونجا هستی. این مسئله هست. برام خیلی جالب بود، کلن هم خودم رو شناختم، هم خیلی احساس خوبی برای من از نظر اینکه خب این جامعه، باز از اینکه توی آلمان میدیدم که خب یه همچین نمایشگاهی گذاشته میشه، هر چیزی نمایشگاه داره و هر کسی هر چیزی میتونه حتی در همون زمینه خودش هم پرزنت کنه، خودش رو نشون بده، بیاد تو قسمت‌های مختلف. حالا یه چیز جالبی هم که من، آخه خیلی از من میپرسن که زیبا رفتی اونجا چی خریدی و میگفتن زیبا تو دیلدو گرفتی. من تو زندگی هیچوقت دیلدو نخریدم، هیچ آدم نمیخرم، چون نه دیلدو استفاده میکنم نه اصلا یه همچین ابزارهایی برام جذابیت شخصی نداشته، ولی آشنایی با اینها همش برام خوبه. یکی از چیزهای مهمی هم که در رابطه با این نمایشگاه بخواستم بگم اینه که خیلی اینجور، چون مسئله سکس خیلی برای مردم اهمیت داره، خیلی هم گرونه. یعنی ببینید، بالاترین بیزینس هم تو این رابطه بود. شما یعنی یه دونه شکلات اونجا درست کرده بودم که من یه دونه عکسش هم دارم، 26 اورو یه شکلات انقدری از کیر بود. خب درسته شکلاتش معلوم بود که خیلی خوب و محکم و خیلی پر و حتما هم خوشمزه است، ولی خب 26 اورو برای یه شکلات دادن خب خیلی پول دیگه. یا مثلا فرض کن دیلدوهایی که بودن و قیمتهایی که گذاشته بودن، حالا تازه قیمتهای نمایشگاهی بود که نسبت به بیرون کم هست. یا مثلا یه دونه عروسک اونجا بود، واقعا این عروسک ها نرم و خوشگل و اصلا واقعا آدم دلش خواست دست بزنه. اصلا خیلی عروسک هایی که شما مثلا نرم که بتونی مثلا به عنوانی که مثلا بکنیش این عروسک رو، یا مثلا عروسک هایی که مثلا اینجوری آها نقش زن و مرد، آره زن و مرد و اینا رو بازی میکرد، یا یکیش کون بود یکیش گست بود یکیش فلا. این اینقدر نرم بودن، اینقدر واقعا آدم اصلا دلش میخواست اصلا همینطور این چیزو بگیره. آره واقعا لذت بخش بود، خیلی قشنگ بودن. گفتم واقعا چقدر زحمت کشیده شده برای این متریالی که درست کردن. بعد ولی خب چقدر گرون، مثلا یه دونه عروسک 2000 اورو. خب بعد من میدیدی که تمام اینها در واقع بیزینسه و چقدر گرون. خب من معلومه که یه کسی هستم که واقعا تک تک اورو هام، تک تک
پولام برام مهمه و باید بدونم کجا میره، خب نمیام که برای همچین چیزی خرج بکنم. و در جواب به این دوستان باید بگم تنها چیزی که خریدم یه هویرو یه کیر سوتیه. حالا پس یکم برامون به جای سوت بزن. این هم بعد گفتم که من یه چیزی نخرم از این از این نمایشگاه چیزی نخرم، همین یه زیبا رفتی این همین چی نخریدی، بس همین هم بگم به شما هم نمیدم، بهشکی نمیدم اینو. خیلی قشنگ بود، خیلی صحبتات کامل بود، بعد همه چیز از تمام نقاط انقدر قشنگ صحبت کردی، تمام موضوع رو خیلی قشنگ بیان کردی. برای من که هیچ سوالی نمونده، نمیدونم شاید بعدا دوباره از سوال کنم، ولی الان هیچ سوالی ندارم. خب پس ما یعنی بحث رو تموم میکنیم و یه سوت دیگه میزنیم.